فرهنگ معاصر کشور زامبیا در آفریقا ترکیبی از ارزش‌ها، باورها، هنجارها، سنت‌های مادی و معنوی بیش از 70 گروه قبیله‌ای متفاوت از لحاظ قومیتی. در این ویدیو به فرهنگ ازدواج در این کشور پرداخته میشه. قبایل مختلفی که در زامبیا زندگی می‌کنن سعی می‌کنن فرهنگ و آداب و رسوم خودشون رو زنده نگه دارن، اما در کل روند ازدواج عمدتاً یکسانه. در زامبیا حداقل سن قانونی ازدواج دختران 16 سالگیه، اما والدینی هستند که دختران خودشون رو برای دریافت پولی که به عنوان بهای دختر از داماد گرفته میشه در سن 12-13 سالگی مجبور به ازدواج میکنن. همچنین چند همسری هم طبق قانون ممنوعه، اما مردانی که پایبند سنت خودشون هستند توجهی به این قانون نمیکنن. ازدواج در زامبیا هم با خواستگاری از دختر آغاز میشه. خانواده داماد چند بزرگسال و ریش سفید خودشون رو نزد خانواده دختر میفرستند و موضوع رو اعلام میکنن. اگه خانواده دختر نظر مثبت داشته باشن، جواب رو به دیدار بعدی موکول میکنن. در دیدار دوم، یه بقچه از طرف داماد به دختر داده میشه و نظر اون پرسیده میشه. اگه دختر نظر مثبت داشته باشه، بقچه رو باز میکنه و هدیه ارسالی داماد رو میپذیره که در بیشتر موارد پول نقده. مرد میتونه هر مقدار پول رو به خانواده دختر تقدیم کنه و حتی نشون دهنده توان مالی داماده. به این رسم در نام محلی این سلامو گفته میشه. همچنین غذای سنتی پخته شده توسط خانواده داماد به خانواده عروس تقدیم میشه. بلافاصله پس از این سلامو، پدر و مادر دختر از داماد میخوان تا به عنوان بهای دخترشون مبلغی رو بپردازن که در زبان محلی لوبولا گفته میشه. تعیین مبلغ در اختیار والدین دختره. نمایندگانی از طرف خانواده داماد با والدین دختر نشستی تشکیل میدن و روی مبلغ بهای دختر چانه زنی میکنن. در مناطق روستایی دورافتاده معمولا چندین رأس گاو درخواست میشه و در مناطق شهری و به اصطلاح توسعه یافته پول نقد خواسته میشه. جالبه بدونید که اگه داماد توان پرداخت به یک باره اون پول رو نداشته باشه، این مبلغ قسط بندی میشه و پرداخت قسطا بعد از ازدواج هم حتی ادامه پیدا میکنه. حالا اگه قبل از پایان اقساط زن از دنیا بره، شوهر تا تمامی اقساط باقی مونده رو پرداخت نکنه اجازه دفن اون رو نداره. در مورد مبلغی که داماد باید به عنوان بهای دختر بپردازه یه تبصره هم وجود داره. اگه مرد پیش از ازدواج دختر رو باردار کنه، به عنوان خسارت حدود 250 دلار جریمه میشه. هنگامی که هر دو خانواده در مورد ازدواج دختر و پسرشون به توافق رسیدن، مادر عروس چند زن موسن رو که در زبان محلی به نام باناچی موسا یا آلانگیزی گفته میشه رو استخدام میکنه تا به دخترش درسهای شفاهی و عملی آشپزی و چگونگی جلب رضایت جنسی شوهر، آوازخوانی و نواختن طبل رو آموزش بده. این آموزش در گذشته حدود 6 ماه طول میکشیده، ولی الان حدود 1 تا 2 هفته است. البته این آموزش بدون هزینه هم نیست. 100 تا 150 دلار دستمزد هر مربی زنه. از نظر خود زامبیایی ها به ظاهر این آموزش بسیار بجا و عاقلانه است. عده‌ای از اونها عقیده دارن که هدف اصلی از این آموزش در واقع چیز دیگه ای بوده. در گذشته این آموزش ها خصوصا در موضوع آموزش جنسی بسیار سختگیرانه و همراه با خشونت بوده. کتک زدن، نیشگون گرفتن از ران و آلت تناسلی و فشار دادن بخش‌های حساس دختران شیوه معمول در آموزش‌ها بوده. چون هدف اصلی آموزش‌ها مطیع کردن زن در مقابل خشونت‌های شوهر بوده. دختران باید یاد می‌گرفتن که چطور شوهر خودشون رو راضی نگه دارن و در مقابل خشونت جسمی و جنسی اون تاب بیارن و جیککشون در نیاد. خوشبختانه این آموزش ها در اکثر مناطق ماهیت خشن خودشون رو از دست دادن، اما همچنان ادامه دارن.
در مدتی که دختر در کنار مربیان مسن آموزش میبینه تا آخرین شب آموزش که جشن گرفته میشه که به طور سنتی به نام جشن اوکوچشا یا چزلا شناخته میشه اجازه ملاقات با همسر آیندهشو نداره. بزرگان زامبیایی از قدیم الایام تا به حالا معتقدند که دختر در این دوره آموزشی جنسی بکارت خودش رو به دست میاره حتی اگه قبلا اون رو از دست داده باشه. در طول چزلا عروس اجازه داره چند دوست صمیمی خودش رو دعوت کنه و خانواده داماد هم افراد مورد اعتمادشون رو برای سنجش آمادگی عروس میفرستن تا در نهایت قانع بشن که عروس خانم هنرهای ویژه زناشویی، آشپزی و رفتار اجتماعی رو به طور کامل یاد گرفته. در زامبیا توانایی عروس خانم در آشپزی به خصوص در میان قبیله‌ای به نام بمبا اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. غذا بخش جدایی‌ناپذیر از فرهنگ زامبیاست. تا قبل از عروسی، عروس خانم خانواده داماد رو به منزل دعوت می‌کنه و در مقابل چشمای اونها تمام سعی خودش رو می‌کنه تا غذاهای سنتی خوشمزه تهیه کنه. عروس خانم با این غذاها به پدر و مادر داماد نشون میده که بعد از عروسی برای پسرشون چه غذاهای سنتی خوشمزه‌ای خواهد پخت. علاوه بر این طی مراسمی خاص، خانواده عروس چندین نوع غذای سنتی تهیه شده توسط عروس رو به خونه والدین داماد میبرن. در این مراسم دوستان و نزدیکان عروس جمع میشن، ابتدا عروس رو که در اتاقی به اصطلاح پنهان شده پیدا میکنند و با یه روانداز اون رو به محل آشپزی میارن. عروس خانم البته با کمک دوستاش چند نوع غذای سنتی تهیه میکنه و غذاها باید فقط روی آتیش زغال یا هیزم پخته بشن. جمعاً حدود 40 نوع غذای سنتی که اکثراً توسط اقوام پخته و آورده شدن آماده میشه. این غذاها توسط زنانی که لباسهای همسان پوشیدن، کف زنان و دف زنان به خونه والدین داماد برده میشه. خود داماد هم حضور داره و غذاها رو میچشه. این رسم که در زبان محلی ایسیلانگا مولیلو گفته میشه در واقع اعلام اجازه رسمی به داماده که اون میتونه از این به بعد به خونه عروس رفت و آمد داشته باشه. در آخرین دعوت پیش از عروسی، عروس خانم قدرت اراده خودش رو هم به نمایش میذاره. اون بدون کمک دستهاش و فقط به وسیله دندوناش ظروف آشپزی رو جابجا میکنه و سعی میکنه غذا درست کنه. عروس خانم با این کار به پدر و مادر داماد نشون میده که حتی اگه دستهاش هم قطع بشه پسرشون رو گرسنه نمیذاره. لازم به ذکر که این سنت امروزه به ویژه در مناطق شهری بیشتر به عنوان سرگرمی و هیجان اجرا میشه و مثل گذشته از اهمیت حیاتی برخوردار نیست. با این حال منتقدان میگن که این یه عمل زن ستیزانه است و باید از سنت ها بالکل حذف بشه. نگاهی هم داشته باشیم به جهیزیه عروس خانم. وقتی عروسی انجام میگیره و عروس به خونه شوهر برده میشه، در میان جهیزیه اون چند چیز قطعاً و قطعاً وجود داره. الک ظاهراً برای الک کردن آرده، اما در واقع نمادی از یه درس زندگیه. به عروس خانم یادآوری میکنه که هر چیزی رو که میشنوه رو باور نکنه. آدمهای دوروبر خودش رو هم غربال کنه. منقل زغالی برای پخت و پز استفاده میشه. منقلی به عروس داده میشه تا در هر شرایطی بتونه برای شوهرش غذا بپزه. مثلا اگه از اجاق برقی استفاده میکنه، در موقع قطع برق بتونه با استفاده از اون منقل غذا درست کنه، چیزی که در اکثر کشورهای آفریقایی معموله. هاون و دسته هاون علاوه بر تهیه غذا کاربرد دیگه‌ای هم داره. در مناطق دور افتاده که خونه ها چفت و بست نداره یا در گذشته که هیچ خونه ای چفت و بست نداشته، گذاشتن هاون در جلوی در در حالی که دسته هاون درون اون هست به این معنیه که زن و شوهر مشغول اون کاران، لطفاً مزاحم نشید. مهره های قرمز، سفید و سیاه زن این مهره ها رو به کمر میبنده و معتقدند که باعث افزایش جذابیت زن
و افزایش تحریک پذیری شوهر میشه. اما این مهره ها کاربرد دیگه ای هم دارن. وقتی شب هنگام زن مهره های قرمز رو روی رخت خواب میذاره، به این معنیه که اون در دوران پایدگی ماهانه شه و امکان نزدیکی نیست. وقتی مهره های سفید رو بذاره، یعنی وضعیت سفید شده و مانعی نیست. اما وقتی زن مهره های سیاه رو روی رخت خواب میذاره، چه معنی میتونه داشته باشه؟ وقتی زن مهره های سیاه رو روی رخت خواب میذاره، به این معنیه که موهای زائد بدنشون بلند شده و وقت اون رسیده که هر دو شیو کنند و تمیز بشن. برداشتن موهای زائد عورت و زیر بغل در زامبیا اهمیت خیلی زیادی داره. اونقدر که اگه شوهر بمیره و افرادی که جسد رو تمیز میکنن ببینن که موهای زائد عورت اون بلنده، میرن پیش پدر و مادر متوفا و گلمند میشن. خانواده اون شوهر هم که وقتی میبینن آبروشون رفته، با این ادعا که عروسشون در نگهداری از پسرشون کوتاهی کرده، ادعای خسارت میکنن و زن رو به پرداخت پول نقد جریمه میکنن. در انتها، با توجه به این سنت‌هایی که در ازدواج مردم زامبیا بر اونها تأکید میشه، به این نتیجه میرسیم که زنان ظاهراً وظیفه ای جز برآورده کردن نیازهای شکمی و جنسی شوهراشون نداشته. اما خوشبختانه به نظر میرسه که این نوع نگرش به زن در دوران معاصر تغییر کرده و از اون سنت‌های سختگیرانه قدیمی دیگه فقط جنبه ظاهری اونها مونده، البته به غیر از دهات دور افتاده. خب، نظر شما در مورد مراسم عروسی مردم زامبیا چی؟ به پایان ویدیو رسیدیم. موفق باشید.